خب شادی خانم، رسیدیم به بخش مهمونه برنامه. بله، همونطور که هفته پیش گفتیم، ما تصمیم گرفتیم این یکی دو هفته افرادی رو دعوت بکنیم که به نوعی مورد حمله های مجازی قرار گرفته بودن برای کارشون، برای حالا مسائل مختلف. و امشب هم مهمونمون یکی از چهره های هنرمند بسیار پرحاشیه است که قراره در کنارش باشیم و صحبت هاش رو بشنویم. یا دادرسان باریکالا، خیلی خوش اومدید. شکرم، ممنون. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ما خوشحالیم که داریم میبینیم. فکر میکنم تو زمان کرونا، قبل از کرونا قرار بود بیای. آره، خیلی وقت بود قرار بود بیام، هی نمیشد. یه دونم داشتیم مثلا برنامه‌ای که توی دوران کرونا ضبط کرده باشیم باش. بله، یه دونه چیز داشتیم آنلاین که دورا دور من خوندم و براتون فرستادم و پخش لطفا. این ملاقات در واقع حضوریه. بله، چند ساله؟ فکرم 4 سالی هست. آره، 3-4 سالی هست. 4 سال گذشته کرونا. آره، 4 سال گذشته دیگه. در واقع تو هی مشغول برنامه بودی بعدش و کلی سرشم شروع بود. آره، چند وقت کرونا خیلی وقفه افتاد، ولی خدا رو شکر بعدش دیگه دوباره همه شروع به غلطق افتاد. فعلا در خدمت شما هست. دور نیست این استرالیا برای رفتن به کشورهای مختلف برای کنسرت و برنامه؟ خیلی دوره، یعنی من یه کره دیگه ای زندگی میکنم. میگم وقتی که اونجا خیلی دیسکانکت دارم، فصل هم فرق میکنه، همه چی با هم فرق. همه چی فرق داره، اصلا یه جای دیگه است کلا. خیلی دوره برای کار من، یه ذره دوره، ولی خب دوست دارم اونجا رو. من الان حدود 12-13 سالی که ملبورن زندگی میکنم، استرالیا خیلی هم اونجا رو دوست دارم، ولی خیلی دوره. ایرانی های البته استرالیا خیلی باحالن و میگن خیلی خونگرمن نسبت به ایرانی های دیگه ای که حالا نمیگم حالا ایرانی ها خونگرم نیستن، همه ایرانی ها خونگرمن، ولی میگن توی استرالیا معمولا برنامه و کنسرت و ایونت و برنامه، یعنی کار خاصی رو بخواییم به عنوان کار انترتینمنت و سرگرمی انجام بدین، خیلی مورد استقبال خوبی واقع میشین. خوبه؟ اونجا چطوره؟ ممکن نرفتیم، میخوام ببینم اگه راه داره ما بریم. آره، ایرانیه خیلی باحالی داره. سلام بچه ها. ایرانیه خیلی باحالی داره اتفاقا. میگم دیگه، من خودم اونجا رو واقعا دوست دارم، ولی خب الان یه چند سالی هست که خیلی نتونستم اونجا باشم به خاطر کارم. دیگه وقتی هم که میام این سمتی، تا جایی که بشه دیگه کارو اینجا انجام میدم، بعد دوباره برمیگردم. یه دو روزی چون تو راه همیشه خیلی مسیر هنرمند کشیه در واقع. ما میدونیم دیگه، میخونیم دیگه، همه مدتی مورد انتقاد بودی، از این حاشیه ها بولی میشی توی انتقاد یا حمله است؟ من نمیدونم اینشو میخوام همین چرا؟ میخوام دلیلشو بدونم. چیکار کردی؟ من واقعا مشکلی ندارم انتقاد که کاملا. من وقتی که میخواستم، اصلا بچگیم که میخواستم بالاخره این شغل من باشه، دوست داشتم رو استیج باشم پرفورم کنم، همیشه میدونستم که بالاخره هر روز که شروع کنم قرار انتقاد بشه، نظرهای مختلفی قرار داشته باشه. ولی به نظر من یه مرزی بین انتقاد و بولی کردن و ابیوز کردن یه نفر هست، و من
دارم مورد بولی شدن و ابیوز قرار گرفتم یه جورایی، مخصوصا توی سوشال مدیا، چون حالا توی دنیای واقعی این نیست. واقعا من وقتی که مردمو میبینم خیلی طرفدارای خیلی خوب و ماه و گلی دارم، میان با هم حرف میزنیم، عشق میکنیم، عکس میگیریم، کنسرت ها میان، آهنگا رو میخونیم، آهنگامو گوش دارن میدن. ولی توی سوشال مدیا به شدت یه موج عجیبی قرار گرفته که حالا با کمک یه سری از همکاری عزیزمون این موج بیشتر و بیشتر داره میشه. ولی دلیلش چیه؟ فکر میکنی دلیلش؟ چون ببین من روی همه هنرمندها یه حساسیتی هست. تو وقتی کار موسیقی انجام میدی قطعا خب یه عده مثلا حال نمیکنن با سبک موسیقی تو، با سبک موسیقی یکی دیگه حال میکنن، با کار یکی دیگه حال هست. این میخوام ببینم این حجم به نظر من، یعنی بالا اون چیزایی که شادی نشونه من داد و دیدیم، یه خورده بیشتر از انتقاد از مثلا سبک موسیقی یا مثلا کارته، یا یه خورده فراتره. میخوام ببینم کاری انجام دادی، کسی رو مثلا اذیت کردی، چیزی به کسی گفتی، اتفاقی افتاد، دلیلش چیه؟ از کجا شروع شده؟ از کجا شروع شده؟ از اولین آهنگ هیت من، از آهنگ کوتابیات که این آهنگ بالاخره خیلی شنیده شد و گرفت، این حواشی ها به وجود اومد و تا همین امروز هم که هست اینها وجود داره. و من چندین بارم اومدم گفتم اینا درستی، ولی خب دیگه مردم به ما چیزی رو که بشنون متاسفانه زود باور میکنن. من اصلا بدی واقعا طالب کسی نکردم، واقعا حتی وقتی من یه سوالی جواب بدی رو هم با بدی ندادم، شخصی میپرسم، یعنی برای خودم جالبه، میخوام ببینم به چی ایراد میگیرن، یعنی مثلا اون حمله ای که میشه چی رو مطرح میکنه، کدوم مسئله رو برجسته میکنه، چی میگم مثلا بگو مثلا صداته، مثلا مسئله خصوصی که مثلا خب همه چی صدامه، هم مسئله خصوصی. مثلا خب میگن دنیا با مثلا فلانی توی رابطه است، یا چه میدونم به کار ربطی نداره، یه مسئله شخصیه. حالا چندی ما هم اومدیم گفتیم آقا اصلا همچین چیزی واقعیت نداره. حالا اصلا من میخوام ببینم تو برای چی همچین چیزی توضیح دادی، یه مسئله کاملا شخصی. واقعیت جالب بهتون بگم، این داستان دنیا با یکی تو رابطه است، بابا این بخت من و شما چیز کردین. هر وقت با یه نفر مثلا میخوام برم دیت، میگه تو مگه با فلانی تو رابطه نیستی؟ میگه بابا به خدا نه، من با کسی تو رابطه نیستم، ولی با اون نیست. آره من با کسی تو رابطه نیستم. اصلا من نمیفهمم، میگه مسئله کاملا شخصیه. خب این که این اگر این که جزء انتقاد بوده، که اصلا حتی اگه بوده باشم من احساس نمی کنم واقعا شغل ما جوری باشه که یه نفر به خاطر اینکه با فلانی تو رابطه است بخواد حالا مثلا اون طرف اصلا مگه میشه؟ ببینید من کلا اعتقاد دارم که استعدادی که بخواد به خاطر من جلوش گرفته بشه، ببخشید شما باید رو استعدادت کار بکنی، اصلا کسی جای کسی رو نگرفته. اصلا من نمیفهمم چجوری تو میخوای جلو استعداد کسی رو بگیری. من نمیدونم، ولی مثل اینکه میشه کسی جلو استعداد کسی رو بگیره؟ در حالی که من یه گوشه نشستم دارم کار خودم رو میکنم. ببینید من از هر 100 تا ایده‌ای که شاید اصلا به لیبلم بدم، دو تاشو قبول کنه. من صبح تا شب دارم فکر میکنم چیکار کنم چیکار نکنم. بیشتر ویدیوها، موزیک ویدیوهایی که من دیده میشه، همش از ایده های خودم بوده. خود من همه برنامه ها رو بردم جلو. اکثریت تیزرها و چیزایی که من دیدین اصلا سرمایه گذاری روش نشده. من خودم با دوستام رفتم با یه دونه گوشی تیزره رو درآوردم، درست کردم، فلان کردم، اصلا فرستادم گفتم آقا بفهمه اینو من درست کردم، اونم گفتن ایدم بگم ای و مثلا حالا پخشش کردن. ازت سر میزنه روزی بار یه کار عجیب، نمیرسه به مقصد هیچ بار کجی، بده کار پر رو توی من طلب کار لجی، حرف نمیره تو کلت رو دور لجی، یه آب خوش از گلومون پایین نرفته، یه روز رو بذار نجنگیم یه روز گرفته، نمیتونی پی یه حرف رو انقدر نگیری، میرم ولی دیگه سراغ من و من بد نگیری، توقع ندارم از یکی مثل تو کتابی. اگه پسر بودی میشد؟ نه همیشه، چون قبل از اینکه منم بیام وارد مارکت بشم راجع به خواننده‌های آرتیستای زن دیگه این حرفو میزدن که فلانی اگه مثلا اینجور شده به خاطر اینکه با بیساری تو رابطه است مثلا، قبل از منم به خواننده‌های دیگه میگفتن. ولی آره واسه خودم هم خیلی همیشه سوال دیگه، اگه یک مرد باشه
امکان نداره یه مرد وقتی مثلا کارش میره بگن مثلا فلانی با مدیر رادیو جوان تو رابطه است، فلانی با فلان لیبل تو رابطه است، یا مثلا چه میدونم فلان خواننده مجاز اصلا اگه مثلا به اینجا رسیده به مجوز کنسرت گرفته مثلا با فلان آقا تو رابطه است. امکان نداره با جناب بازی بودی مثلا به یه مرد این حرفا هیچ وقت زده نمیشه، ولی زنا همیشه این راجبش صحبت میشه. البته کاملا حق رو بهت میدم در رابطه با اینکه مردها خیلی کمتر از زنها مورد حمله و هجم و بولی به قول تو قرار میگیرن، کاملا درسته، ولی اینجوری هم نیست که مردا نباشه و هیچ اتفاقی واسه مردا نیفته و هیچی بهشون نگن و هر کاری کردن بگن وای چه گل و بلبل و قشنگه. درسته مثلا یه خانم اگه احیانا کنار استخر با لباس شنا عکس بگیره خیلی بیشتر از یه مرد مورد حمله قرار میگیره. اصلا چند تا برچسب عجب غریب بهش میچسبونن، خود شما با استقلال عکس دارید همه میگن چند سینا ولی اولا تن بشکم الان یه عکس بذاریم ببینید با مایو لبه استخ جفتتون سریع ببینید. من فوش خورم زیاده، من اگه بخوام با مایو برم لبه استخ فوش میخورم مطمئن باید، ولی دارم میگم این میفهمم این تفاوت رو، این در رابطه با مرد و زنه و همه خواننده های زن دنیا حتی میتونیم بگیم، حالا فقط کشورمون هم نه، بیشتر از مردها مورد حمله قرار میگیرن. این که میگن تو مثلا میگن تو لیبل کمپانی بیشتر هوا تو داره یا بیشتر مثلا کاراتو پخش میکنه، این چیه داستانش؟ اینم ببخشید به نظر من یک نظریه به شدت مسخره است که یه سری از آرتیست ها شاید ازش استفاده میکنن برای اینکه فعالیت کم فعالیت کردن خودشون رو بخوان یه جورایی چی میگن بهونه ای باشه واسه شون به کار میبرن، در صورتی که من موقعیت هایی که در اختیار من هست در اختیار همه آرتیست ها هست. اصلا ببخشید شما یک لیبل کارش سرمایه گذاری کردن رو ایده های قشنگ و خوبه، ببخشید سلیقه ای البته من لیبل کمپانی هم مثل یه شرکت میمونه دیگه، یه کمپانی، یه شرکتی سرمایه گذاری میکنه روی یه سری استعداد و اون استعدادها براش حالا درآمدزایی میکنن، یا کنسرت میذاره یا اگه خوب نباشه وبسایت که... اگه چرا اصلا اگه خوب نباشه یعنی تو هر شغلی همینجوری، نه فقط توی کار شما، یعنی طرف بقالی هم داشته باشه اگه احیانا یه نفر رو استخدام بکنه که نه فروش بره نه مشتری بیاد مشتری‌ها رو بپرونه، خب بعد از یه مدتی میگه آقا برو دنبال کارت دیگه، من مثلا یکی یعنی کسی بیزینسش و کار خودش رو خراب نمی‌کنه به خاطر من به شدت سینا جون من اطرافیانم حالا میدونن و طرفدارم هم انقدر ماهن همیشه اینو دیدن همیشه باشون خیلی من در ارتباط هستم، من خیلی کار میکنم، من الان دو ماه خونه نبودم، من از زندگی شخصیم از خانواده‌ام، من داداشم رو یک سال و نیم ندیدم، برگشتم ملبورن دیدم اصلا بزرگ شده اینجوری حرف میزنه، گفتم تو چی شدی چرا اینجوری شدی چقدر بزرگ شدی، من همه چیم برای کارم زدم چون عاشق کارمم، من واقعا عاشق کارم، یعنی اصلا ایراد کارت چیه؟ ایراد کارم ایرادمو بعد علاوه خوندن فکر می‌کنی نقصی نداری؟ 100%. ببینیم از چه مورد شما داری میگی؟ من اگه بخوام مثلا بگم اوکی من امکان نداره هیچ وقت وقتی که روی استیج بودم یک نوت هم جا به جا کرده باشم، 100% دارم چرت و پرت میگم، چون اولا که من میگم من هم میرقصم هم میخونم و این کار آسونی نیست، واقعا کار آسونی نیست، من خیلی تمرین میکنم براش، ولی خب خیلی ناعادلانه است که از همه برنامه های من بیان اون یه تیکه‌ای که حالا من اون لحظه اشتباه خوندم رو بذارم و کلن کریر و کار من رو بر اساس اون ویدیو قضاوت کنن، این ناعادلانه است، وگرنه من خودم مطمئن باشه ایوردامو میدونم، هر روز دارم روشون کار میکنم، من بعد هر برنامه میشینم دونه دونه ویدیو رو میبینم کجای کدوم آهنگو بد خوندم اشتباه خوندم روی اون قسمت کار کنم، کجا رو بد رقص زدم روی اون کار بکنم، امکان نداره من بگم ایورد آف کورس که من ایورد دارم به افتخار ایورد برای بدن نظرات مردم برای من خیلی مهمه، اما بویی شدن و اینکه من رو بولی و ابیوز بکنن توی فضای مجازی اون اصلا یه بحث متفاوته. طرف در این چیزی که بهت گفتن چیه؟
چیزای تخ به من زیاد میگن، ولی خب یکیشون که خیلی من و اطرافیانم رو ناراحت میکنه اینه که مثلا بگن کاش فلانی مثلا زنده شه تو مثلا بمیری، یا چه میدونم کاش تو اصلا نبودی، کاش تو اصلا وجود نداشتی، کاش. من اینجوری که با من دختر یه نفری ام، من خواهر یه نفری ام، من حالا در آینده اگه قسمت کنه همسر ان شاء الله قرار بده. چرا آخه واقعا مگه من نه واقعا به نظر من این نوع حملات که ناعادلانه است و اینکه تو از مثلا یه موسیقی، یه سبک موسیقی، یه فیلم سینمایی، یه تئاتر، یه اینا سلیقه‌ایه. شما مثلا انگار اینجوریه که شما داری تو خیابون راه میری مثلا اینجا اشکنه میفروشن، شما هم اشکنه نمیخوری، یه دفعه ماشین رو نگهداری، ماشین پیارشی با قفل و شیشه هاشو بشکنی، آشپز رو بیاری له و لورده کنی که من اشکنه نمیخوام. نه برو، این سبک غذا مال یکی که دوست داره، این سبک موسیقی هم مالی. چرا باید مثلا آرزوی مرگ بکنیم واسه یه نفر که مثلا ما حال نمی‌کنیم باهاش؟ به جای پشتیبانی از هم دیگه، به جای حمایت واقعا اصلا... طرفدارایی دارم که واقعا عاشقانه دوستشون دارم قلبا، یعنی من اصلا اگه اونا نبودن واقعا من شخ خیلی وقت پیش با خدا بزنی کردم سر این اتفاقات، این ناعدالتی که به وجود اومده و اونا هنگای منو دارن گوش میدن، کنسرتام دارن میان، لذت دارن میبرن، واقعا خیلی غیر انصافه که من مخاطب خاص خودشه منو دوست نداری بخوام الان مثلا بمیرم، یعنی چه؟ نه امیدوارم زنده باشی و ما موفقیتت رو ببینیم و پیشرفتت رو ببینیم. دمت هم گرم، همراه ما باشید، یه سر بریم اتاق فرمون برمیگردیم دوباره. همچنان در خدمت مهمون عزیزی هستیم که امیدوارم دیگه حالا اون صحبت‌های تلخ گذشته رو به طور کامل فراموشی، دستمال بدیم اشکا رو پاک بکنی و اینا همه یه روزی خودم تو تنهایی هم اشکا می‌ریزم. ولی نکنی کارو، چون واقعا دارم میگم تو مخاطب خودت رو داری و اونای دیگه ای هم که حالا تو این زمینه فعالیت می‌کنن مثلا جا که تنگ نمیشه که یه کسی دیگه هم فعالیت خودش رو می‌کنه و مخاطب خاص خودش رو داره به کار، یعنی اصلا من ندیدم تا حالا آرتیستای خارجی مثلا بیان اینجوری به هم دیگه حمله بکنن و تخریب. من هم چیزی رو تا حالا ندیدم، ولی امیدوارم که اینجوری برای ما هم پیش نیاد و تفاوتی بین هنرمندان زن و مردی هم نذاریم و این مسئله کاملا جا بیفته. حالا این از رقص و آوازت گفتی همزمان هم میرقص، اتفاقا نکته جالبیه چون خیلی کمتر دیدیم که با اون سبک رقص پاپ و هیپ هاپ که اینقدر پرش داره و اینقدر هیجان داره بتونی بخونی. کی بود آیدلت وقتی نگاه می‌کرد؟ از کدوم از خواننده‌ها؟ خواننده خارجی قاعدتاً. واقعیتش اینه که خب من وقتی که 12 13 سالم بود از ایران اومدم بیرون، ولی خب همیشه می‌دیدم مثلا هانا مونتانا اون دوران، کمپ راک، های اسکول میوزیکال، همیشه اصلا رقصیدن رو دوست داشتم من شخصا. اولین بار سر یه موزیک ویدیوی فکر کنم عمو حسن بود که ما رقصیدن رو امتحان کردیم که تو موزیک ویدیو بیاریم، و دیدم خیلی خوشم اومده و دیدم مردمم خوششون اومده مثلا من می‌رقصم. امشب جمن گل و پرنگا شو اجرا کنم. یعنی دوست دارم وقتی که مردم میان برنامه من این گوشیارم حتی اگه گرفته داره فیلم میبینه بخواد واقعا استیج رو نگاه کنه، و این اتفاق میفته تو برنامه های من. خیلی مثلا کمتر پیش میاد ببینم گوشی گرفته، همه میبینن، دوست دارم ببینن چه اتفاقی داره میفته. حتی یه بار تو یک برنامه ها بود یه خانمی داشت هی نگاه میکرد، من گفتم عزیزم برس، گفت آخه دارم نگاه میکنم حال میده، نگاه میکنم بیشتر حال میده. که مثلا دوست دارم شو باشه، دوست دارم شو اجرا کنم که بهشون خوش بگذره، اتفاقات دیگه هم بیفته. درستم از تمام موزیسین های دیگه هم توی دنیا معمولا فقط نمیان وایسن اونجا بخونن، شوه میاد میرقصه، خودش هست، بک آپ دنسر هستش، یعنی برنامه است. دقیقاً دوستام یه برنامه باشه، شو باشه که بهشون خوش بگذره، بخوان دوباره بیان، وگرنه خب فقط بخوام بخونم
سبکی که من دوست دارم باشه جوریه که دوست دارم هم بخونم هم برقصم و روی استیج اتفاقات دیگه بیفته، چون حوصله‌ام سر میره اگه فقط بخوام بخونم. کی متوجه شدی این استعدادو داری؟ 12 سالگی که از ایران اومدی بیرون، کی این اتفاق افتاد؟ خب قبل از اونم مثلا مهد کودکم مثلا عرف میرفتم بلز و فلوت میزدم، بعد پیانو رو شروع کردم. استاد پیانوی من همیشه بهم میگفت تو نمیری بشینی پشت ساز، تو پرفورمری، تو حسادت سر میره پشت ساز. همیشه آخر کلاسام معلم پیانو موقع فرق حسانو میگفت برو اون بر بخون، من میزنم گل گلدون و سلطان قلبه رو میزنم، من گل گلدون و مثلا میرخصم و میگفت تو مثلا پیانو رو دنبال نمیکنی، تو مثلا میری میخونی. چند تا سازو میتونی بزنی؟ من پیانو رو فعلا، ولی خب پیانو میتونم بزنم و خب صدام، ولی پیانو خب خیلی وقته که دیگه از وقتی که خوندن رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم پیانو هم دیگه کم و بیش یه سری آهنگا رو مثلا میتونم. سازم اگه دستت بگیری مثلا یه گیتار یا یه چیزی هم بگیری بزنی؟ خیلی دوست دارم خیلی فکر میکنم که انجام بدم. حالا دوست دارم اتفاقا. چند تا بچه این تو خانواده؟ دوتا، من و داداشم دانیال که یه فکت جالب راجبم اینه که من و دانیال 8 سال با هم اختلاف سنی داریم. دانیال 8 سال من کوچیک‌تره، ولی جفتمون 24 اسفند به دنیا اومدیم. چه باحال، چه روز جالبی. روز جالبیه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد جشن تولدتون رو با هم میگیرین؟ نه، تا یکی دو سال پیشتر، ولی مثلا امسال دیگه آره، چون دانیال 18 سالش شده امسال دیگه، گفتم خب دیگه بزرگ شدیم میتونیم با هم دیگه تولد دیگه، ولی دوست دارم تولدم مال خودم باشه، مثلا امروز روز منه. نمیخوای تقسیمش کنی؟ ولی آره، ولی خب دیگه روز تولدتون تو یه روز دیگه، کاریش نمیشه دیگه. نشکنش کن. حالا بگو ببینم تو این پارتیا اون آهنگی که خوندی در مورد پارتی رو بندازیم بالا و نمیدونم اینا تجربه خودته؟ چون خودم آدم به شدت پر انرژی هم، من عاشق پارتی کردنم. من آخر مهمونی هم مثلا بچه ها رو دیدیم میخوان مهمونی بکشنشون بیرون، میگن نمیشه بازم مهمونی، من هنوز همون جوری هم. معلومه هنوز نمیخوام اصلا مهمونی تمام بشه. من عاشق آهنگ پاپ کامرشال و آهنگای پارتی هستم. دوستان آهنگایی که درست میکنم آهنگای پر انرژی باشه، مردم تو مهمونی ها بزنن بهتره کنم باش، دوست دارم این کارو. و خب 100% این شخصیتی که دارم و دوست دارم تو کار موزیک هم ازش استفاده کنم. بریز بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یه کار کنه کی پوته پاشه، بریز بریز یه جور که قشنگ کاراشه، یکی باید اینو جمع کنه انگا شباشه. بریز بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یه کار کنه کی پوته پاشه، بریز بریز یه جور که قشنگ کاراشه. مادر و پدرت چجوری بودن با این؟ من پدرم خب میخونن و ایشون هم تو کار مثلا تو کارش هم بودن، ولی خب دوستشون همیشه علاقه داشتن و یه جوری از سمت پدرم به سمت موزیک رفتم. مادرم هم همینطور، مامانم هم دوست داره، مامانم خیلی اکتر خوبه، بعضی مثلا اکت میکنه و اینا، مثلا اون یه جفتشون یه سری چیزا رو گرفتم رو فقط ولی من دنبال کردم. انتخاب کردی ولی دنبال کردی و اونم حمایت کردن، یعنی همیشه یا از اول میگفتن نه و بی برو مثلا یه کار دیگه. واقعیت رو بخوام بگم، خب مثلا خب چون من میگم بازم چون دختر هستم و خب این مارکت یه مقدار کلن عجب غریبه، مامانم خیلی نگران بودن همیشه که مثلا بخوایی تشتی بشه، مگه کی به کجا رسیده فلان بیزا، تا اینکه آهنگ کوتاه بیاد هیچ شد و گرفت. مامانم اینجوری بود که مثلا میتونی یه چیزی حتی در و دیگه از اون موقع افتخار میکنه، خیلی هم ساپورتیو هسته. میان با تو توراتو میان با تو؟ نه فعلا نشده بیان. تا حالا شده هیچ کدوم از برنامهات و برنامه‌های درست ثابت رو که مثلا جمعیت زیادی هست، نه مثلا برنامه‌های کوچیک یا برنامه‌ای که داشتی میگفتی مثلا توی دوران کرونا و اینا اجرا کردی؟ نه مثلا قشنگ کنسرت باشه و مادرت و پدرت. آره برنامه استرالیا رو. پدرم نه، پدرم یه 7-8 سالی هست که ندیدم، ولی مادرم آره. مامانم تو برنامه استرالیا اومد، اولین برنامه تو ترکیه رو اومد و میگم این تور استرالیایی که چند ماه پیش داشتیم و مامانم هم سیدنی هم ملبورن اومدن، همیشه هم اون جلو گریه میکنه. روشی نه یه جلو جان گریه کن، من بچی که برو اون بر و آره نه خیلی دوست داره، خیلی هم شما رو دوست داره. ما همیشه سلام خیلی برسونید، سلام برسونید. و آره نه خیلی خیلی هم ساپورتیوه، خیلی خیلی. خب خیلی خوبه. میخوای در آینده چیکار بکنی؟ برنامه چیه واسه به هر حال داری میگی که کلی ایده داری و برنامه داری و
100% موزیک‌های بهتر، موزیک ویدیوهای بیشتر. با کی دوست داری بخونی؟ با کی دوست دارم بخونم؟ خیلی ها هستن. مثلا همیشه با آرش دوست داشتم بخونم. من همه آرتیست‌ها رو آخه واقعا دوست دارم، یعنی واقعا با هر، چون من میگم خیلی هم کمه این موضوع تو مارکت ایران که آرتیست با آرتیست بخونه. مثلا همیشه میگم آقا خیلی باحال میشه مثلا چند تا رپر با پاپ خون با مثلا سبکای مختلف کاری که خارجی هم میکنن با هم دیگه جمع بشیم آهنگ درست بکنیم، مثلا بریم بیرون موزیک ویدیوش کنیم، خیلی حال میده. واسه همین واقعا با همه دوست دارم کار کنم. حالا شده یه چیزی توی شعرت بگی که مثلا لیریک، خب مثلا الان دیگه آهنگ‌ها و موسیقی که داره تولید میشه اون محدودیت‌های گذشته رو نداره که آقا نمیدونم حرمت نگهدار رو نمیدونم فلان رو بیتونم راحت میدونن که مخاطبش چه قشریان و بر اساس همون هم ممکنه مثلا کلماتی رو استفاده بکنن فوش بدن. مثلا توی شده تو مثلا یه چیزی رو بگی و به خاطر اون کلمه‌ای که استفاده کردی مورد حمله قرار بگیری و بگی مثلا چرا مثلا این. اما که من احساس می‌کنم تو زمان قدیم هم بوده شعرهایی که مثلا حالا خیلی ادبیات فارسی توش خیلی بوده. مثلا چه مثلا بخوام بگم مثلا آهنگایی که خیلی هم باشو خاطره داریم باشو، چه مثلا محسن رضایی دختر خودمو تو گل میپلکون و چه میدونم خیلی آهنگا بوده که مثلا اشعارش این مدلی بوده و خیلی هم حال کردیم همیشه. ولی من آره ولی محضر رضای دخترم خودمو تو گل میپلکونم چیز بدی توش نیست. نه نه منظور شما اینه که مثلا حرف بدی زده. آره دیگه مثلا فوش داده باشی. نه نه نبوده، چون من مخاطبای زیر سنم زیاد دارم، خب حواسم هست. خیلی خوب. بعد برای امشب برای ما چی قراره بخونیم؟ امشب براتون یک آهنگ به اسم اسمشو هنوز نمیدونم عشق یا از عشق بگو رو میخوام براتون بخونم که خیلی آهنگ قشنگ، خیلی خودم دوستش دارم، امیدوارم که شما هم لذت ببرید. خیلی ممنون. که همینجوری باشه. ممنون و متشکرم. تشویقش کنید که اجراشو ببینید. متشکرم. خستگیم به من از عشق بگو، به من از عشق بگو، به من از عشق بگو. من خودم تا ته دنیا رو یه عمر گشتم و این راه و یه عمر رفتم و برگشتم، نرسیدم به قراری، نشدم منتظر اسب سفیدی و سواری، نکشیدم صاحب نظرم، خبر از معرفت یار نده، من خودم از همه چی با خبرم. به من از عشق بگو، به من از عشق بگو، به من از عشق بگو. هر طرفی میره نگو، به من از اونی که تب نکرده میمیره نگو، به من از اون که برای همه میمیره نگو. به من از عشق بگو، به من از عشق بگو، به من از عشق بگو. من خودم تا ته دنیا رو
مرسی دانش.